سلام، من فرزاد مرددی هستم و این ویدیو آموزشی در مورد عکاسیه. در حقیقت من توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم که از وقتی که دوربین دستتون گرفتین و شروع کردین عکس گرفتن تا وقتی که میخواین خروجی رو بگیرید چه حرکت ها و فنایی باید بزنید تا یه عکس خیلی خفن داشته باشید. امروز اومدیم توی محله لاله‌زار در حقیقت با پریسا یه سری عکس اینا بگیریم و داستانی که داره اینه که ما دوربینمون دوربین سونی آلفاه و دو تا لنز داریم، 50 میلیمتر سیگما و 20 میلیمتر سیگما و میخوایم بریم بزنیم بهتر کنیم، بریم چیکار میکنیم. مرسی. پریسا حیدری هستم، این یک ویدیو آموزشیه. امروز با فرزاد جان عزیزم اومدیم عکس و فیلم بگیریم تو محله پایین لاله‌زار. این دوربینی که دارم باش کار میکنم یه دوربین سیگما یا همچین چیزی هستش، خیلی سنگیده، مشکیه، حالا کار نداریم قشنگه. امروز اومدیم ماین آقا چی کنیم؟ عکس بگیریم. امیدوارم که عکس خوبی بشه. حالا یا آقا هم چی قیافه خاصی که نداری، حالا سعیمونو میکنیم. با پریسا حیدری دیگه، خداحافظ. خب پریسا می‌بینیم که اینجا وایساده. حالا ما اگه بخوایم ازش عکس بگیریم، در حقیقت انتخاب بک‌گراند برامون خیلی مهمه. اگر بک‌گراندمون رو این انتخاب بکنیم، یعنی یا پریسا آندر میشه مثل الان و بک‌گراندمون دیتیل داره، اگر که پریسا رو دیتیلش رو بخوایم به دست بیاریم، بک‌گراندمون در حقیقت اوور اکسپوز میشه یا میسوزه. واسه همین ما بک‌گراندمون رو این انتخاب بکنیم که هم نور یک دستری داره و هم میتونیم بازی با این نورها رو داشته باشیم که از اینجا زده شده به این پنجره ها و اینها. بریم ببینیم چیکار میکنیم. مرسی. کلا عکاسی خلاصه میشه تو 4 مورد: قاب بندی، انتخاب لنز، نور پردازی و انتخاب عمق میدان، اینکه چقدر بک‌گراند سوژهتون تار باشه. همین، واقعا چیزی نداره عکاسی، همینه. خب آقا الان عکسای بسته‌مستر رو گرفتین، بعد حالا داریم میریم سراغ این که یه سری عکس وایت بگیریم. من این دره رو اینجا دیدم و پس میخوام یه قاب واید باحال ببندم و همونطور که میبینی اینجا ما یه سری فلیر باحال داریم، حالا ببینیم میتونیم ازشون استفاده کنیم و اینکه این دره یه قاب خیلی واید باحال میشه. ببینید چیکار می‌کنیم. یه موضوعی که خیلی مهمه تو عکاسی اون اینه که سوژه رو همیشه از بک‌گراند یه مقداری باید فاصله بدین. حالا دلیلش چیه؟ اونم که ما الان پریسا رو می‌خوایم مثلا از در یه مقداری فاصله بدیم، این فاصله باعث میشه که بک‌گراندمون یه ذره مات‌تر بشه و این مات شدن باعث میشه عمق بده بهش و یه ذره جلوه سینمایی‌تر و قشنگ‌ترش بده. مرسی. خب بچه‌ها همونطور که می‌بینی الان پریسا چسبیده به در. خب حالا پریسا جان یه ذره تشریف بیار جلوتر. آها، خب حالا می‌بینی وقتی که از در یعنی بک‌گراندمون دور میشه ما یه نمه بلوری می‌بینیم. حالا باز بیا جلوتر. هر چقدر که میاد جلوتر می‌بینیم که بک‌گراندمون داره بلورتر میشه. حالا این به اینکه ما نزدیک باشیم به سوژه و دور باشیم هم خودش بستگی داره. خب همونطور که می‌بینین الان پریسا تو صورت پریسا جان تشریف بیار جلوتر. خب پریسا الان اومد توی آفتاب و از بغل ما نور رو داریم روی صورتش. بیا جلوتر. آها، خب ما الان از بغل روی صورت سوژمون نور داریم و این خودش میتونه این نور باحال باشه. نور بعدی که هستش اینه که خب پریسا ببین برتن. آها،
میشه نور بکلایت ما، که من معمولا از واسه عکاسیام از این نور استفاده میکنم که نور خورشید در حقیقت میفته روی زمین و بازتابش ما داریم روی صورت سوژه میبینیم، واسه همینه که صورت سوژمونو در حقیقت داریم واضح میبینیم. حالا یه نور دیگه که وجود داره اینه که ما نور مستقیم در حقیقت تو صورت سوژمون بتابونیم، که اینم خودش نور جالبیه، ولی خب یه ذره صورت سوژه رو فلت میکنه. حالا اگر آروم من بچرخم، بیا آها مرسی بریستا، آها میبینیم که نور از بغل حالا داره به صورت سوژمون میخوره و این هم خودش برای خودش سبکیه. حالا این با زاویه یه که آها میتونیم مثلا اینجا یه عکس خیلی خوب بگیریم، میتونیم با این زاویه یه عکس خیلی خوب بگیریم، همونطور که تغییر نور رو میبینید توش. خیلی ممنون. چی؟ پتو میخوای؟ هاجی تو مگه نخوابیدی؟ باشه رفته نیمو پا میخوا شوفاجو مگه زیاد نکردی؟ خب ما نورمون دیگه از دست دادیم و داریم برمیگردیم و موضوعی که خیلی مهمه اینه که زمین در حقیقت دو جا نور براش خیلی خوبه، یعنی دو تایم از روز، یکی طلوع خورشیده و یکی غروب خورشید، و هر کدوم از اینها یه تایمی داره، مثلا یه تایم 4-5 ساعته، حالا توی فصل مختلف فرق کنه، و توی این تایم بهترین نوره، یعنی هم ملایم تره و هم زاویه بهتری داره. مثلا ظهر اگه بریم عکاسی و اینها یه ذره نوره اذیتمون میکنه، به خاطر اینکه نور 90 درجه از بالا داره میتابه و خب هم نور سخت و تیزیه و هم از بالا، واسه همین کنترل کردنش خیلی سخت‌تره. عکسامو گرفتم، کافیه بیام بشینم توی فتوشاپ و اینها رو ادیت بکنم. عکس بدون ادیت مثل خونه بدون آشپزخونه است. خب الان عکس هایی که گرفتیم رو اینجا میبینیم. در حقیقت من همیشه دو فرمت عکاسی میکنم، فرمت را و فرمت جیپیک. جیپیک برای اینه که بتونم عکس هامو راحت ببینم و فرمت را به درد ادیت عکس میخوره. خب من این عکس رو میخوام الان ادیت بکنم، میگیرم میندازمش تو فتوشاپ. خب اولین پنلی که برای من باز میشه کامرا هستش، که بسیار مهمه، و اینجا ما چند تا المان خیلی مهم داریم، یکی هایلایتمون هست، یکی وایتمون، اینجا ما میتونیم بهش کنتراست بدیم، میتونیم شدوش رو کم و زیاد بکنیم، کلاریتی بهش بدیم که خیلی عکس رو باحال میکنه، البته نباید زیاد روی کرد در حقیقت توش، دیهیز یا تکسچر رو اضافه بکنیم یا حتی اگر نیازه کم بکنیمش. اینجا به کار در حقیقت میتونیم کنتراست بدیم یه مقداری و حتی اکسپوژر کار رو هم یه مقدار تنظیم کنیم. تنظیمات اولیه و اصلی داستان رو اینجا باید انجام بدیم. فوق‌العاده پنل مهمیه و تفاوت عکس را و عکس جیپیگ اینجا مشخص میشه توی این پنل. من یک مقداری هم بهش تم سرد میدم. اوپن ایمیج رو میزنیم و وارد پنل اصلی فتوشاپ میشیم. خب اینجا الان ما عکسمون رو داریم. اولین کاری که من همیشه میکنم اینه که میرم توی کار لوکاپ توی پنل اجاستمنت و از لات هایی که داشتم و توی یه فولدر ریخته بودم استفاده میکنم. اینا لات هایی که من همیشه استفاده میکنم، اینو خیلی دوست دارم، این لات رو من روش میندازم. خب آیا این لات کافیه؟ نه، من معمولا چند تا لات رو با هم دیگه قاطی میکنم. خب میرم سراغ یه لات دیگه، مثلا این رو انتخاب میکنم، این یک تم دیگه ای روی کار من میده، داره یه ذره بعد از ظهرش میکنه.
میرم سراغ در حقیقت کالر بالانس هم میام یه ذره بهش کالر بالانس میدم تا اون رنگ دلخواهم رو توی میدتون ها شادو و توی هایلایت میتونیم این کار رو انجام بدیم تا بتونیم به رنگ دلخواهمون برسیم در حقیقت توی یک عکسی که گرفته شده. خیلی خوب، حالا من حس میکنم که میتونه این کار یه مقداری کنتراست بالاتری داشته باشه، میتونه نورش یه مقداری بازی بشه باهاش. این مثل این اتفاقی که الان دارم رقم میزنم اینجا، آها ما یه ذره بهش در حقیقت کنتراست دادیم و فکر میکنم این خروجی یک خروجی بعد از ظهر خیلی باحاله. فقط با 4 تا افکت ما تونستیم این عکس رو تبدیل به این عکس در حقیقت بکنیم و کل ادیت داستانش از همین قراره. حالا میتونید یه سری ابزار اینجا هست ازش استفاده بکنین و اینها، ولی کلیت ماجرا از این قراره. خیلی ممنون که ویدیو من رو نگاه کردین و خیلی خوشحال میشم اگر حال کردین بفرستین واسه رفیقاتون و این برنامه رو اینها و ممنونم از شما.